دوستان عزیز، الان دارید میبینید که بارون بسیار شدیده و من الان برفاکن رو گذاشتم رو بالاترین حدش و همچنان حتی اینقدر خوب جواب نمیده. اون چه که توی یک همچین شرایط آب و هوایی بسیار مهم هست رعایت فاصله با ماشین بعدی هست، یعنی فقط تصادفات توی این شدت بارون زمانی صورت میگیره که افراد فاصله رو رعایت نمی کنن، چون یک دیدتون خوب نیست، یکی دو ثانیه ممکنه دیرتر بفهمید که ماشین روبرویی زده رو ترمز، و دو ماشین های روبرویی ممکنه هر لحظه نیاز داشته باشن که ترمز بگیرن، چون ماشین روبرویی رو احساس میکنه سرعت زیاد باید کم کنه، یا یه نفر میپره جلوی ماشین اگر توی شهر باشه، و هر شرایط دیگه، یا اصلا ممکنه جلوتون یه تصادف صورت بگیره، ماشین جلویی شما مجبور باشه سریع ترمز کنه، اگر شما سرعتتون بالا باشه و به اون نزدیک باشین تصادف بعدی رو شما با ماشین جلویی پیش میارید. پس در صورتی که بارون خیلی شدید بود فاصلتون رو شدیداً رعایت کنید. دوباره من تصمیم گرفتم این ویدیو رو ادامه بدم به خاطر اینکه نمیدونم واقعا میبینید چقدر دید من کم هست یا نه. اون ماشینای روبرویی من الان به خاطر اون شدت باران حتی من چراغشون رو خوب نمیتونم ببینم، پس من فاصلم رو حسابی زیاد میکنم. الان به نظر من کسایی که الان دارن سمت چپ حرکت میکنن الان میبینین دوزارشون افتاد، شرایط خیلی جدیه، همشون دوباره اومدن سمت راست. الان سمت چپ رانندگی کردن ریسکش خیلی بالاست، خیلی خیلی بالاست. درود دوستان عزیز، این ترافیک خیلی سنگینی که میبینید و الان رادیو اعلام کرد 10 کیلومتر به خاطر یک تصادف است که توی اتوبان صورت گرفته. متاسفانه ما از کنار اون تصادف هم رد شدیم و دیدیم که 5 تا ماشین در همدیگه فرو رفته بودن. من احتمال میدم در اون بارون خیلی شدید این اتفاق افتاده. ماشین آخری یه ماشین کوچولو بود که واقعا تا میتونیم بگیم شیشه جمع شده بود، بعید میدونم آدمایی که توش بودن زنده از آب در رفته باشن. در کل خواستم بهتون نشون بدم که چه عواقب سنگینی میتونه برای مسلمان آدمایی باشه که تصادف دارن و چه تأثیر بزرگی میتونه توی یک رفت آمد شهری یا یک اتوبانی بگذاره. این ترافیک 10 کیلومتر طول داره و حالا ها هم ادامه داره.